بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبره لاولي الالباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون دار كلا بدر تنګ مره رسول د اجم دنیا گئی کی قلب درزمنګنګ مره رسول د اجم دنیا گئی کی قلب درزم خدای مې د نسې کليستا دیدار په زندګۍ کې قلب درزمنګنګ مره رسول د اجم دنیا گئی کی قلب درزم يا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم دا دنبالة بحث قزشته ما إبليس لعين بعد ذيك الله متعال برش أمر سجدر كرت نكرت بغاوت مرضهای که در وجود ابلیس بود مو شما اور بیان کردیم که اللهمتالیمو شمار از او مرضها نگاه بکنه گپی خیل ناگوار یا نادرستی که ابلیس لعین دیگهم کرده او موضوع از ای بود که ملامتی نوذبالله گمراه کردنه سر اللهمتعالی سر تقدیر میندازه مثل ک د ای ایت تشریح کردیم که ابلیس لعین میفرمایه که تو مره گمراه کردیچون اگر ما در آینده هر قدر به برای غلط دعوت میدم انگیزی از این کردن توس یعنی مرا را در تقدیر گمراه کرده بودی از او خاطر ما این کار را میکنم و ما شما در مورد تقدیر بحث کردیم که گپ غلط است نادرست است در علم الله متعال موجود است که این مخلوقش پیدا میشه الله برش اختیار میده امکانات میده راه خوب و بد برش معلوم میکنه اما انسان به اختیار خود راه غلط انتخاب میکنه یا راه خوب انتخاب میکنه از همین خاطر مدار ثواب و عذاب امی اختیار بنده است و جنت و دوزخ که مرتب میشه به می خاطر مرتب میشه که ای صاحب اختیار است اگر عمل نیک انجام داده به اختیار خود انجام داده مجبوری محض نبوده و همچنان اگر ای مستحق جهنم میشم اسباب شه به دست آورده و به اختیار خود امی کار انجام داده که مستحق جهنم گشته ابلیس با وصفه که میدانست که ما از اینمی حالت مردود شدم بعد عاجزی میکرد تفکر میکرد که مقام و منزلت ما در کجا بود به امرای ملائک بود با وصف که از جنس ملائک نبود یک از جنی جنس جنیات بود ملائک از نور پیدا شده بودند اما نظر به عبادات ظاهری و نشست و برخاستی که مطابق ملائک انجام میداد الله متعال امی مقام منزلت برش نصیب کرده بود اما یا ابلیس به از ای که نعمت الله را شکرگزاری بکنه خطای خدا اول خوبایدش خطا نمیکرد تعامل میکرد تفکر میکرد در این مورد که معتبر امر الله متعال است نه معتبر ای که ما سجده را برای کی میکنم از همو خاطر است که بندگی امیر را میگه که ما به الله میبینیم وقتی الله برای ما فرمان میده ما مطابق فرمان الله متعال یک عمل انجام میدیم به این سعی نمی که چی مصلحت داره چی ارزش داره چی حکمت داره د دا این سعی نمی کنیم در تمام احکام الله متعال هم یک حکمت کفایت میکنه که اطاعت امر الله است اجرا کردن امر الله متعال است از همون خاطر میبری بنده کافی است خلی که نبلیس از این کار نگرفت به جای از این که از سری قصوری خود اعتراف بکنه خطای خود بپذیره و رجوع به سوی الله بکنه که الله آینده حالت مرا خوب بکو نه نعوضبالله ب با طور اعتراض بطور انتقاد مه فبماغوتن ب سبب از ک مر مراه کردي لقعدن لهم به بندان تو مشنم سراط ولمستقیم در را مستقیم ا درستو برابر تو ال مقایسه منمموانه منم د بین آدم عليه السلام و ابلس اللهمتالچ قسم؟, قسم تقسیم خل مناسبو بجار من ظرفی که نعوذ بالله مملو از شر است شر دیش می آید و ظرفی که مملو از خیر است خیر دیش می آید الله متعال عادل است حکیم است عدالت با عدالت کار میکنه هیچ وقت نمیخواد که الله متعال کسی را امکانات داده باشه و او در راه نیکی و اطاعت الله مصرف کرده باشه و بازم الله او را گمراه سازه این کار الله نمیکنه دیگه میبینیم که ابلیس بجای از اینکه سری جرم خود سری خطا و نقصان خود اعتراف بکنه رای انتقاط و جزوی را انتقاد در پیش میگیره و الله متعال پلیتی یا شرک یا بدعت یا عقیده غلط سری کسی میگذاره که او یقینا خود بری خود امو اسباب عقیدی غلط آماده کرده چرا الله خالق است هر کس که ارادی کدام چیز میکنه الله برش پیدا میکنه چرا که خالق الله متعال است ابلیس اراده شرک کرد الله متعال شر برش نصیب میکنه اما ببینیم بی آدم علیه السلام هم خطا شده از خوردن یک درخت من میشه که قصیش انشاالله الله در آینده در درسای دیگه باز ما و شما میخوانیم بسیار نکات مهم داره به خاطر که آدم علیه السلام چرا منم میشه فلسفه و حکمت از این چیسته و بعد از او چرا ای خورد با وصف که الله متعال منع کرده بود درس عظیم برای ما و شما است چرا که وقت پیغمبرش از یک چیزی که به اجتهاد خود خطا میشه الله متعال پس معاف میکنه ما بندگان الله متعال به بسیار موارد در کارها امیتور خطا میکنیم الله متعال معاف میکنه آدم علیه السلام هم خطا میشه اما نمیکنه که بگو که یا الله ما چی در تقدیر برم نوشته کرده بودی او ایرم نوشته کرده بودی که مرا خلیفه در, 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 زمین مقرر میکنی خیر چطور زندگی ما در جنت باشه لایق قوی بود که آدم علیه السلام می احتجاج استدلال می کرد که یا الله حتی با تو از ابتدا گفته بودی که در روی زمین کسی را خلیفه میگردانم و او را مرا تجویز کرده بودی یا فرمان متعلق ما شده بود که ما خلیفه در روی زمین باشم پس ما که مرتکب ای خوردن درخت میشم ای باعث پایان شدن ما در زمین است من هیچ مجرم نیست خود فیصله کرده بودی نه عالی ملامتی سری تقدیر نمیشه عالی خدا قصور و اعتراف خودش به خود نسبت نده به الله عاجزی میکنه از او خاطر ابلیس بی بی سوی عدبی بیاده بیشه امرای پروردگارش گمان بد بالای الله متعال کردن سر کفر سرار و مداومت کردن نعوذ بالله در آینده هم از تغیان و سرکشی کار گرفتن و اعلان نمودن که من اینی تو اینی تو کارا را کرده را ایستم ای جانب ابلیس است اما جانب آدم علیه السلام چی هست؟ است اونجا میبینیم که چقدر حسن ادب است چقدر گمان نیک بالای الله متعال است چقدر آینده خد میسپاره به الله متالی ک یا الله ار تو رحم نکنی ما, ما نمیتانیم ای توفیق توسته بر ما اینجه فرق است که ابلیس و آدم علیهالسلام چقدر تفاوتی داره و اینال معلوم میشه که کدام افراد راه ابلیس د پیش میگیره و کدام افراد راه آدم علیه السلام آدم علیه السلام د سور اعراف ه دعا میکنه ف تلقی آدمو من ربه کلماتین که د سور بقره می موخت آدم علیه صلات و سلام چیزی کلمات را از پروردگار خیش آموخت آدم علیه سلام از جانب الله کلمات را آموخت که او کلمات باید وظیفه جور کنه آدم علیه سلام تا که از اینمی نقصان خود برای اینی را مردم میگه که در وقتی که انسان خطا میشه چی باید کرد آدم علیه سلام امروی حوا علیه سلام دعا میکنه ربنا قالا ربنا ظلمنا انفسنا ای پروردگار ما سری نفس خود ظلم کردیم نمیگه که ما ملامت نیستیم تقدیر این کرده تو نوشته کرده بودی سر ما بعد همی طور شوه آخر الامر در دنیا میریم جنت و دوزخ تو پیدا کرده ای. باید در بین اولادی ما کافر و مسلمان پیدا شوه نه نه اول میگه ربنا ای که مالک و متصرف ماستی ما مخلوقی توستیم هر فرمان تو قابل تعمیل است قابل اجراست هیچ ناسرکشی در اینجا موجود نیست خود میگه ربنا بعد از میگه ظلم ننفسنا ما سری نفس خود ظلم کردیم ظلم سری نفس چی را میگه سری نفسم هم ظلم میشه بله دو قسم سری نفس ظلم میشه یکی نه دادن یا پوره کردن حوایج یا ضروریاتی که خیلی مهم است برای نفس نفس ما خوردن طلب دار است پیش ما اگر ما بیشیریم قرار و چیزی را نخوریم که همین قسم بمریم گناهگار هستیم سر نفس خود ظلم کردیم خودکشی کردیم گناه کبیره میشه تنفس بند میکنیم بینه رم بند میگیریم دهنم بند میگیریم تا که چند مدت چرا نفس تقاضایی نمی تنفسه داره اما تو بند کردی خودکشی کردی گناه کبیر است نوشیدن امی قسم کدام چیزی را که الله متعال برش اجازه کرده برای پوره کردنش تو ندی د صورت تو ظالم شمرده میشی سری نفس خود ظلم کردی ای یک نوع ظلمی است که را هر کس می دانه. یک آدم وقتی خود در مشقت می پرته. مثلا در سفرم روانه سخت توشنه و, و گوشنم شده زوفم هم روزه را کلی مردم میفهمه که اینی سری نفسی خود ظلم میکنه چرا؟ الله تو رخصت داده که در دا سفر به روزی تو تو نمیخوری. خب مریضی سخت است. ضرورت بنیاز به آب خوردن و پا داره. به تداوی داره اما این مردکه میگه نه 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 مرا بگذاری دمی حالت که من چی بکنم روزی خدا تکمیل میکنم ظلم کرده سری نفسی خود هر کسی را میگه که ظلم سری نفسی خود کرده یک قسم ظلم است اما قسم دوم ظلم است قسم دوم ظلم که فل حال در حقیقت کردن نفس است فل حال در حقیقت راضی کردن نفس است اما در واقع و نفس الامر در اصل حقیقتش ای ظلم بالای نفس است نفپی میکن به او عذاب الله متعال ک او عذاب دائمی است کسی که گناه میکنه سرخودسر نفس خود ظلم میکنه توان خوده کرده د نظام الله متعال هیچ نوه تغییر نمه اگر کل مخلوق الله شرک کنه ار کل مخلوق الله کافر شوه د نظام الله تغییر نمه هر حرکت خلاف که میکنی فقط توان خودیتاست نقصان به خودیتاست چرا به که الله متعال تو را خواهمو پیدا نکرده تو را زندگی تا منظبت ساخته حد دا مقرر کرده چوکات گذاشته که اینی رکت بکو آلی اگر تو خلاف او رکت میکنی نفسی خود ده حلاکت پیش میکنی خود تأصف است که امروز اگر آلی ما را کسی از زمین کلکین بگیره و بگویه که تو را میپرتم به هیچ قیمت رازی نمیشه که ما از امین جهان داخته شوم به هیچ قیمت چرا میفهمم که میفتم زیر حتما او کار میشم اما سخنی که الله بر ما خبر داده پیغمبر الله بر ما خبر داده که اگر اینمی حرکات انجام دادی اینی اعمال انجام دادی شما اینمی قسم حلاک میشید آتش و آتش اینطور آتش است صفت آتش, آتش, هم به با ما بیان کرده اما ما تنبی نمیشیم آگاه نمیشیم آگاهی حاصل نمیکنیم بسیار سخت است بس. آدم علیه السلام فامیده بود که ما کدام کاری از پیشم سر زده این نقصانی خودم است در نظام الله چی نقصان آمده؟ هیچ نامده نا در دربار الله کدام هیچ تغییر نامده تغییر در خود آمده در نعمت های بزرگ جنت سکونت داشت آلیمیه در دا زمین رزقی تیار آماده به تکلاف صد فیصد حلال برش محیا بود بیا دیگه زحمت بکو محنت بکو آخرش هم حلال باشه یا نباشه این تکالیف بکش نقصان خدا کرده از امو خاطر اعتراف میکنه آدم علیه السلام میگه که ربنا ظلمنا انفسنا ای پروردگار ما سری نفس خود ظلم کردیم گناگار سری نفس خود ظلم کرده و ان لم تغفر لنا و ترحمنا اگر تو بر ما بخشش نکنی و سر ما رحم نکنی مغفرت در امور سابقه و ماضی میه الله متعال اگر تو خطا و قصور و کوتاهی ما که سابق از ما سر زده او را بخشش نکنی پرده سرش نپردی ما خرسوا میشیم و ترحم نا در آینده تو با سر ما رحم نکنی مقایسه کنی عالی خود اعتراف داره به الله متعال اظهار میکنه و باز میگه که یا الله اگر این مغفرت بر ما نصیب نشود تباستیم لنکنن من الخاسرین ما توانی توانی شدیم آینده اگر تو سر ما رحم نکنی ما در بدر هستیم اما سوی ادب ابلیس بیبی که کلی گپاره در تقدیر حواله میکنه هنوزم اعلان تقیان و سرکشی کرده رویست که در رای بنده هایت میشینم و یار گمراه میکنم و سرات مستقیم فرق است بین دو ها طبیعت ابلیس بیبی بی و طبیعت آدم علیه السلام بیبی الله متعال خو وجود شناخته که اینی وجود مناسب کدام حرکت است و کدام فکر است کدام عقیده است امو فکر امو عقیده برش داده شده چرا که وجود خدا برابر کرده به مو عقیده و فکر و این دست هر کس ما دمی ساعت اختیار داریم اینجا میشینیم یا میریم طرف مسجد بریم یا طرف سینما تلویزیون امو چیش داستی دست ماست کدام تلاوت قرآن میگیریم یا یعنی که رقص میگیریم در اختیار خودی ماست کل انسان هر لحظه فقط این اختیار اختیارات پیششان است در دست خودشان است کدام طرف کدام طرف حرکت میکنه این کار خودشان است راهی آدم علیه السلام پیش میگیره یا راهی ابلیس کدام میشه واضح گفه است داستان آدم علیه السلام از پایین شدن از پایین شش جنت خوردن درخت سجده کردن ابلیس ترسای عظیم برای زندگی ماست که ما چی بکنیم آیا ما قصور نداریم آیا ما گناه نداریم آیا ما خطا نمیشیم به صدها مرتبه به هزارها مرتبه اما چی راهی برای ماست ملاوتی را با سری تقدیر پرتیم امروز یک تعداد مردم میگه پا نمیزنه بنگی برالا بل بلکل انکار سریح میکنه وی، حالا مرا پیدا نمیکرد حالا هیچ نعوز بالله شهوت پیدا نمیکرد که ما زنا نمیکردیم همین اعتراض است انتقاد است سر خلقت خود انتقاد داره اینمی مردمات اونمو لشکر ابلیسی لعین است که در او تاریخ امی گپار برای الله تقدیم کرده بود امروز شاگردای ابلیس امی سخنه را تو بالا میکن ایره کس گفته نمیتونه که بله امی گپی ما پروانه نداره این گپی تو پروانه نداره نیست بلکه عینا تکرار ای گپی ابلیس است چرا به خاطری که امرا کار انجام داده خود به اختیاری خود باز میگیری تقدیر ملامت میکنی عجیب است <تصفح> کار خود انجام داده ای به اختیاری خود انجام داده ای باز میری تقدیر ملامت کن عجیب است ابلیس و آدم علیه السلام مقارنه کنی موازنه کنی باز بعد با از او ببینی که چقدر تفاوت است و تر لنکونن من الخاسرین آدم علیه السلام میفرمه که یا الله اگر تو سر ما رحم نکنی ما توانی توانی شدیم به کدام نکته اشاره میکنه آدم علیه السلام الله عزت داده شه کرامت داده شه مسجود ملایک مقرر کرده شه علم برش داده د دا بین مخلوقات شرافت عظیم برش داده کل کاینات د خدمت عزیز اما ای وظیفه خوده انجام نداده سر نرسانه سختترین توانی کرده بزرترین توانایی کرده از همین خاطر است که آیه قرآن کریم میس چیست؟ والعصر ان الانسان لفی خسر نه گفته که ان الملائکه فی خسر ان الجن فی خسر یا ان الجمادات فی خسر یا ان الحيوانات فی خسر ان الانسان لفی خسر انسان در توان است چرا که الله متعال اون نعمت را به انسان ارزانی کرده که به دیگران اون نعمت ارزانی نکرده اما این نعمت های الله را امی انسان نادیده گرفته شکرگزاری از زیره نکرده خود خود ابلیس میگه که ماندنی نیستم اولین کاری که من خطا میکنم انسان ها را به خاطر که نعمت الله را منکر میشه نعمت الله را شکرگزاری نمیکنه در اینجا میگه ما در در راه مستقیم تو میشین در راه مستقیم تو برای بندگان تو میشین معلوم شد که شیطان تعهد کرده قسم یاد کرده و برای ما و شما نشسته است را مستقیمچیر میرات مستقیم د قرآن کریم رات مستقیم به چهار معنا آمده ما قرآن کریمه میبینیم که سرات مستقیم چیره گفته و ابلیس لعین چطور قسم یاد کرده که مه بندگان توره در راه مستقیمش میشینم و یا ره او طرف میگردانم سوره مریمه میکشیم براواضحشوکلسچکارمیکنه ابلیس یاد کرده تعهد کرده که الله به الله متعال می فرما که بندگانی تو را در رای مستقیمشان می شنم. کدام را این رای مستقیم رای حسی نیست که رای چاره قنبر یا رای کمپنی رای باقی بالا یا رای قرغه رای حسی نیست بلکه اینجا رای مستقیم رای معنوی است از ی دو شروع میکنیم ک اصل مطلبه درک کن اذ قال لابیه واذر فی الکتاب ابراهیم آی میفرماه الله متعال واذکر فی الکتاب ابراهیم پیغمبر عليه السلام در قرآن کریم یاد کو برای امت خود ابراهیم علیه السلام شخص ک حنیف ست شهرت پیدا کرده در نشر اشاعت توحید الله متالنیف ست انه کان صدیقا نبیا ابراهیم علیه السلام صدیق بود راستکار بود د عقیده راست در عمل راست د اخلاق راست د گفتار راست همه چیزیش راستی بود نبیا پیغمبر بود اذ قال لابیهی زمانی که برای پدر خود میفرمایه اګر بچه پدر خده دعوت توحید میده مؤدبانه در چوکات احترامو تعظیم پدر بد نبی... ن... ن... ندانه ایر پدر خفه نشوه ک تو آمه برم ملا جور شده خانواده هم تورگپا میباشه پدرو مادر مه تو برم ملا جور شده از م پیدا شده ا گپار میزنه ا نادرستاست به شده متانه لم بسار بزر باشه از پدر که از مادر کده بچه معلومات داره دختر ملومات داپدرو مادنا در اینجا همی کلی واقعات ها بیان میشه زمانی که برای پدری خود میگه یا عبتی با کلام احترام نه ای پدر جان لیمت تعبدو چه قسم ساده و بسید سخن قطش میگه پیچیده نه بحثای خیلی پیچیده نمی کنه بسیار به کلمات ساده که هر کس بفهمه چی برش میگه پدر جان لیمت تعبدو چرا عبادت میکنی ما اوتور معبودی را که شما برش عبادت کرده رو ایستی لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شيئا یا کسی را آدم عبادت بکنه که لا اقل سی صفت داشته باشه اگر این سی صفت نداشته باشه باز چطور قابل عبادت شوه کدام کدام اولش ما لا یسمع و چیزی را تو عبادت میکنی که نمیشنوه عبادت از ذات میشه که در وقت مشکلت فریاد بزنی بشنوه غیر از الله متعال بلا اسباب و وسائل هیچ کسی شنونده دیگه نیست او شما بطار معبود بری خود جور کدی قابل تعظیم نظر نیاز تواف همه گپاره ولا یبسی رو نمی بینه یک آدم آوازی تا میشنه ولیکن تو رو نمی بینه که کجا هستی که کمک کنه چطور رو معبود شده میتونه غير از الله متعال بلا اسباب و وسائل کس کس دیده نمیتان بی چشم نمیتانیم کسی ببینیم الله متعالی وسیله را برای ما داده این صفت خاصی الله متعال است که او اسباب میبینه سوم ولا يغني عن کشی آ اه. از تو دفع کرده نمیتانه یک آدم میبینه هم میشنوه هم اما توان و قدرت نداره که امی مشکل تو این سه صفت خیلی مشهور در او معبودایی که در زمان ابراهیم علیه السلام پرستش میشد اگر چوب بود سنگ بود ستاره بود محتاب بود افتاب بود هر کدامش که بود همین سه صفت نداشت نه شنیدن میتونست ندیدن دیدن میتونست و نه دفع کرده میتونست چیزی را ازو ابراهیم علیه السلام استدلال میکنه با امروی پدری خود اول دعوت است اول دعوت به پدر الله متعالی داستانه که برای ما ذکر میکنه با میخواد ذکر میکن. که ما چی باید بکنیم باز چی میگه یا ابت اینی قد جا انی من العلم ایتور مرا به فکر نکنی که ما خیستم دی خوردی خود به تو کلان پدر بشینم و بگم برای تو سری تو امر بکنم یا تو را نعوذ بالله بیادبی کنم نه ما برم سند دلیل آمده علم آمده علم اینی قد جا انی من العلم ما برم علم آمده رفتم قرآن شنیدم امروز برادر و خواهر ما میره قرآن میشنوه پس میای حالات خانه را ارزیابی میکنه پدر و مادر را میبینه که در کدام گپا غرق است حالی با پدر و مادر میگه که پدر جان تو کی گپا گفتی مادر جان تو گپا گفتی مادر برش نمیگه که سخی سوی پرچه پرچیت کنه او مادر جان سخی سوی پرچه پرچه نمیتونه این برای الله متعال است نه برای کسی دیگره میبینه ای دعوت میده برش میگه که ما بیادبی نمی کنم برا ما علم آمده ما لم که که بری تو نامده چند سال استی پدر جان؟ شست ساله پدر جان ده کلی ده شست سالت ده یک مرکزی قرآن رفته یک آیت با ترجمه شنیده نه ما خود ده سال میشه د دوره تفسیر رفته رو ایستم خود دیگه دعوت برت میده چرا تو خفه میشی؟ ما سند دارم ما دلیل دارم ف اتبعنی تابیداری مر بکو اهد کثراتان سویا م تور نشان میدم راه درست و برابر او کدامس یا ابت لاتعبد الشیطان عبادت شیطان نکن عبادتیر الله کلش عبادت شیطان اس چرا که شیطان مزین کده غیر الله ره د نظر ا اور جترواهزهنش انداخته مشکل کشا جور ک شزهنې ا شیطان از او خاطر در حقیقت تابیداری شیطان میکنه در روز قیامت اولیای کرام میخیزه فریاد میکنه که یا الله ما عبادت نکرده یا شیطان عبادت کرده ما خو نگفته بودیم که بر ما کس سجده کنه ما خو نگفته بودیم که بر ما آواز بده سخی صاحب ملامت است نه سخی صاحب خبرم نداره که مردم برش آواز داده در روز قیامت برای خود اعلان میکنه که یا الله ما خبرم نبودم و کسی نگفته بودم که شما در وقت مشکلات به ما آواز بده ایره من نگفته بودم یا تابیداری شیطان کرده عبادت شیطان کرده چرا شیطان مرا طور به خیال از او جور کرد مثل که نعوذ بالله الله باشم در زین از او جور کرده حالا که من خود الله نیست صفات الله در موجود نبود پس معلوم شد که کسی که عبادت غیر الله را میکنه عبادت شیطان میکنه در حقیقت عبادت شیطان میکنه شیطان در زینش مستحق عبادت شمرده حالان که او مستحق عبادت نیست و یا مخلوق و مملوک معبود شده میتون که خود محتاج باشه این شیطان کان لرحمان عصیا واجب است یک کسی که دشمنی یک کسی که نافرمانی الله را میکنه ذات رحمان را میکنه از او چی رقم تابیداری چطور چرا تابیداری میکنی مراد از مستقيم مستقیم در اینجا توحید است ابراهیم علیه السلام دعوت توحید به پدر داد معلوم شد که القرآن قرآن کریم مستقيم مستقیم توحید اول مرتبه ابلیس لعین میشینه در سر رأي اولاد آدم علیه السلام به خاطر که از توحید یارن به طرف شرک ببرن اول كورش شمیست اول زحمت و محنت سري سر جاب میگه خیلی زیاد است که زیاد محنت سریمزی میکنه که مردم از توحید در شرک چرا؟ بزرگترین گناه شرک است بدترین گناه شرک است اگر دمی حالت بمره هر قدر عمال نیک انجام داده نماز روزه زکات کلش در باد هوا میره از خاطر ابلیس کوشش میکنه محنتش جا باشه سمره به دست بیاره همونطور کوشش نمیکنه دوم دمصرات مستقیم چیره فت سوره ال عمران میکشیم آه اللهم تال اینجه رات مستقیم عبارتش چیست چن زدن به قرآن کریم پنا بردن به تعلیمات قرآن فرا رفتن تعلیمات قرآن کریم سرات مستقیم است سی کن وکیف تفرون چه قسم شما انکار میکنه از توحید الله وانتم تطلو علیکم آات الله سری شما خود تلاوت مش آیات های الله قرآن تلاوت مش کل بحث توحيد وفيكم فیکم رسوله در بین شما پیغمبر الله متعال موجود است چطور شما نعوذ بالله رای غلطه دا بيش ميجري بله و من بالله کسی كِي چنگ میزنه به الله مراد از الله اینجا چیست کتاب الله هست دستورات الله هست احکام الله فقد الى صراط مستقیم بریزی هدایت شده به سوی چی رای مستقیم کسی که بعد تعلیماتی که الله روان کرده به واسطه پیغمبر خود به او پناه میبره و او را چراغ زندگی خود جور میکنه او در سرات مستقیم هدایت شده اینی سرات مستقیم است امروز ما میبینیم ابلیس الى چی کارا میکنه مرکز درس قرآن کریم چه قسم متهم میکنه چه قسم مردم تحریک میکنه چه قسم منع میکنه چرا تعهد کرده قسم خورده که ما من ماندنی نیستم یا الله بندگانی تو را طرف رای مستقیم رای مستقیم برای توحید بود در شرک دا دعوت میداد رای مستقیم تعلیمات قرآن فامیدن و عملی کردن بود ای میگن نه 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 در قرآن نشد در که میندازه که قرآن ای قدر کلان کتابی را که میفهمه بیا مود حلال ارامه کمی فهمیده پشش نگردیگ خوب درس د پالی خانه روز اما در زین تو اساسا میندازه میگه ایقدر قدر قران کی میفهمی برو بخی گوی بر دی و سر ما هم یا دیگر رقم مردم باشه خوب برادر خود دیگر رقم مردم باشه قران ها. یک روز که دیگه طرف آدم دعوت میداد آدم میفهمه لیکن اینمی وسوسه را در قلبت میندازه به خاطر که در قران نری سوم وسوسه را در این در قلب ملا انداخته ملا چی میگه؟ چی عقیده داره؟ میگه ترجمه قرآن کسی بکنه که چارده علم خوانده باشه صحابه چارده علم خونده بود عجیب است شیطان نمیگذاره که بندگان الله متعال به قرآن وابسته شوند با قرآن تعلق و رابطیش پیدا شوند قرآن بدانند مقصدش اینی اینی طور حالات است و امروز که گپا دیگر رقم شده کسی که درس قرآن میده مردم ام ای, ای اصلا وسوسه های شیطان است مردم سرش چی میونه مهر میزنه تاپا میزنه میگه نه عجیب آسان مخلوق الله مخلوق الله از این نعمت بزرگ چی میباشه محروم میباشه ترجمه قرآن شروع میشه نشتفید میخیزه میره میره وقت طرفی قرآن باز چی میگه دو کب که من هدایت شام عجیب است هدایت الله در گوشید گفته میشد خیستی رفتی در خانهت اونجا باز تلویزیون رو کردی اونجا رادیو رو را گرفتی موسیقی رو شنیدی باز میگه دعا که الله مرا ببخش؟ الله تو رو میبخشه چرا رقم ببخشه چرا رقم دعا برد شوا تو خود سرات مستقیم ایلا کردی خودی روان شدی دیگه طرف الله رحم بکنه تا آلی را مردم ما درک نداره که ما چی میکنیم این مردم تبلیغات میکنه چی یک یک حقیقت داره این مردم که می... چیزی میگه تو بیا که من میره آزمایش کنم تجربه کنم که راستی مردم به گمراهی میره یا یعنی هیچ چیزی را فهمیده آیه 118 سوره صافات در بر ما الله متعال نشان میده که سرات مستقیم راه انبیاء علیه السلام و تابع دارانش است چرا این جلاله متعال فرما از بالا ولقد مننا على موسى و هارون ما احسان سری موسی و هارون علیه السلام کرده بودیم چی احسانات کردیم احسانات خدا ذکر میکنه ذکر میکنه یکی از احساناتش اینه میسته که و هده مستقیم سراط المستقیم ما هدایت کرده بودیم ما رهنمایی کرده بودیم اردوره به سوی راه مستقیم یکی از نعمت های بزرگ الله اینه میسته که انسان هدایت میشه به سوی سراط مستقیم پس در راه انبیاء علیه السلام روان شدن در سراط مستقیم روان شدن است ابلیس لعین ای چهار مورد نمیگذاره چهار مورد نمیگذاره زمانی که توحید پیش میکنی در شرک تو را کش کده زمانی که تو چنگ به قرآن میزنی را قرآن را پیش میگیری علم قرآن را میگیری وسوسه های دیگر بر پیدا میکنه و دیگه دیگه چیزات تو را عشنا میسازه در افغانستان ما قرآن کریم و قدر مردم نمیشناسه مصنوی را میشناسه خوجافی میشناسه گلستان و بستان میشناسه چیز؟ تفسیر وجود نداشت حدیث وجود نداشت همین قدر علما حتی یک یک ترجمه فارسی یک یک حدیثه یک آیه نمیکرد کل لگی سر بودن الا کجا فزا بخون میگه نغمه را باب کجا و من خراب کجا برد دل جان من دل بر جانان من داخلش نون بیاد، دا آخرش بی بیا دا تی بیا خلاص کل عمر کل عمر ای کار امو تو رادی نیست ابلیس محنت کرده ابلیس محنت کشیده مردم به این مبتلا کرده برو مسنوی الله اکبر این قرآن است به زبان پهلوی به زبان فارسی قرآن است چی گفت قرآن است چه قسم قرآن است اونجا واقعاتی هست که یک دفعه تو بخونی شاید که کتاب دیگه بند کنی دیگه دعام رام پس اعلان نکنیش و او تفسیری آیت قرآن میشه عجیب است ابلیس چه قسم کار میکنه ما را در کجا مصروف کرده؟ رای مستقیم عبادت است ما را در کجا عبادت می عبادت است از پیش ما باقی مانده نعوذ بالله خلاف کاری رای پیغمبر است از پیش ما باقی مانده آلی رای پیر صاحب رای آقا صاحب رای خوجه صاحب رای مولی صاحب رای ملا صاحب راه زیاد پیدا کرده یک کسی نمیگه که او برادر؟ ای مولا تر طور گفته ای مولا این طور گفته او این گفته ای گفته نه نه از مولا آره نه. رسول الله چی گفته صلی الله علیه و سلم نزاع حل است مولا آره را چی کنیم رسول الله چی گفته بس رسول الله که چیزی گفته من قابل قبول است معصوم است خطا نمیشه مولا و مولا خطا میشه آسان گپ است اما ابلیس لعین نمیگذاره امیال محبت پیغمبر در قلب مردم زیاد است یا محبت یک استاز یقین به الله محبت استاز زیاد است امام مذهب پیش مردم خیلی قدر و قیمت داره یا پیغمبر علیه السلام مذهب قدر و قیمت داره رنگی بس با می سر می پیشتر یکی از برادرها که برام زنگ زده بود در مسجد مردم جمع شده گفته که آمین ابا زور نگوی خلاص میزنیم تا قطعا مشوره داشت شما ببینی آمی ابا زور قمارباز منه نشد زناکار منه نشد پودری منه نشد کسی که آمین بزور میگه منشم از مسجد الله در مسجد یا نبیه یا که آمدی نگوی وقتی از مولوی پرسان میشه مولی به چی میگه یک میلیون نفر خفیه بگوی یک نفر جهر بگوی یک میلیون نفر که تو تو بدبخت مولوی رفت یموجا یک میلیون نفر که جهر میگه باست تو خفیه بگوی تعجب است ما ایران ماندیم که دین چی است دیدی که دین هکی... حالی دین برای کی رسید وقت مراجعه به تو شد میفاهمی که معزله پیدا شده مردم نادانو جاهل است باد فتوا حق میداد بو ک برادر حديث مبر ل الله له وسلم ا ثذا ال ولالن ال آمین ومد بها سوت برعهالم وتولالمبمفمن بهجهرنوخبر کشکدن باز از کجا معلوم میکنه که در, نفسی نفس خود بگوید انصاف نیست اگر امی عالم انصاف داشته باشه بعد به با مردم بگه که او مردم در مذب ما خو خفیه هست اگر از انصاف کار بگیریم از خفیه که در جهر حدیثش قویست کسی که کار میکنه ایج گاه شما غرض نگیری بان که یک سنت رسول الله صلی اللہ علیه وسلم عمل لیکنو برش میگه میگه یک میلیون نفر خفیه میگه یک نفر ما نمانشن این دین است ابلیس لعین این قسم خطا میکنه مردم در سرات مستقیم چرا قسم یاد کده اقعدن لهم سرات و کل مستقیم برای ای بندگان تو در راه مستقیم نمیگذارم که در راه مستقیم روان باشد تلاش میکنم که از راه مستقیم چپ کنم شد چرا؟ اون جمعه در حدیث اونه با پشت سر ایت اس ثم لاطینهم از چهار طرف مهم ک د دیگهه حلقه انشااللهمییم حدیث اس امام احمد ابن حنبلچیزته روایت کرده از صبر ابن, ابن ابیفاک صحاباستو میفرمایه سمعت رسول الله صل الله عليهوسلم یقول م از پیغمبر علیه اسلام شنیدم ک میفرمود چه می گفت ان الشیطان قعد ل ابن ادم شیطان شیشت برای ابن دم به طرقی به تمام راه های خیر راه که یقینا ای کامیاب می شود در مقصد میرسه. فقط له لهو به طریقت الاسلام اول در راه اسلام برش نشست فقال در قلب قدر دین سابقه را معظم می سازه مزین می سازه که قطعا نه 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 به هیچ جوجه قبول نمی کنه که مردم دعوت می چقدر؟ دین آبا و اجدا چیزی که پدرای ما کرده ماندنیش نیستیم ابلیسال نن میمانه میه اتسلمو تو اسلام میاری و تذهرو دینک و دین آبایک دین خوده دین پدرای ت میمانی قال پیغمبر علیه السلام میه ف عصاه امی آدم نافرمانی شیطان کرد و اسلم اسلام آوارت نهکرد قبول گپی کیره ابلیسه قال وقعده له بطريق الهجره دروي هجرت برش نشست فقال برش گفت تو هاجر و تدر ردك و سماك زميني تواد خاني تا ميگذري چيزي كي سقف سر تو كرده وانما مثل المهاجر كالفارس في طيواله مثال مهاجر بمستيك اسفي است كه در رسپان باشه اي خود خطا كرده نميتونه دور دور ميگردا لكن خطا نميشه چي ميكني كي ميري خانه وطن آبادی را میگذاری و هاجره آدم اولاد آدم علیه السلام نفرمانی کرد هجرت ادامه داد ثم قعد له به طریق الجهاد بعد از در رای جهاد درش نشست اسلام آورد نف... از او قبول نکرد اجرات کرد از او قبول نکرد آلی در رای جهاد میشینه و هو جهاد نفس و المال او جهاد نفس و مال اردویش است چی میگه؟ که نفسم قربان کو فدا کو در راه دین الله فقالت قاتل فتقتل جا ميكوني باستو كشته ميشي چي ميشه باص ويقسم المال زانيكا ميشه مال تقسيم ميشه چي ميکوني كه خود ميکوشي قال فعصاه وجاهد يعني مسلمان يعني بنده الله متعال نافرماني شيطان كرد جهاد كرد آلي چي ميگه پیغمبر صلى الله عليه وسلم كه دا او راه هاي كه انسان است اين نشست تلاش كرد كه ايره لكن اي را بر آن چیزیرا که قصد و اراده کرده بود اگر جهاد بود اگر هجرت بود اگر اسلام بود کلشه تکمیل کرد پیغمبر اعیه وسلام چی میگه قال رسول الله صل الله عله وسلم فمن فعل ذلک منهم کسی که اینمی کاره انجام داد از بندگان الله فمات وفات کرد کان حقا علی الله ای ثابت بالای الله ست چی ا یدخله الجنه که د جنت ایر داخل کن بهخاطر که نافرمانی از شیطان کرده فرمانبردار ا ک کردهاز الله متال او قتله یا کوشته شوه کان حقا علی الله یدخله الجنه ار کوشتم شو ای ثابت است بالا لهالله سر خود لازم کرده تفضلاو احسانا ا اعاز بنده خه میکنه عزتمندی بنده خده داره کر دا جنت داخل میکنه ون رق ار رق شود ان حقاعل الخالجنه حق از ثابت است بالای الله کی را در جنت داخل میکنه. او قصد هدا باتون یا که کدام حیوانی را پرتشه کان حقا علی الله یدخله الجنه شیخ البانی صاحب حدیث صحیح گفته معلوم شد که شیطان میشینه نمیگذاره انسان در کار خیر قسم یاد کرده دشمنی خود اعلان کرده اینی حالات ابلیس ای است پس چطور شده میتونه که یک بندی مؤمن پیروی شیطان بکنه چرا در هر رای غلط و انحراف که رفتی نعوذ بالله پیروی از شیطان است تابیداری شیطان است و شیطان دشمن قوی ماست ما را حلاک می سازه الله متعال به فضل و بر ما بیان کرده گپای از اوره شیوه های شیطان کلی بر ما واضح کرده ما چرا گپی بپذیریم و به او شیوه او را رفتار کنیم برای حفاظت خود باید تدابیری بگیریم چه رقم تدابیر ما گفتیم که سرات مستقیم بعد از پیش ما م نشورات مستقیمبیدانرت ننو تابعع شیطانویوباللشاب شم سرمشاهدهشیطان چقساناخطاماللتاتوفیق نصیب ن شا راستهم شیطان بشناسیم راتسیسههاشونشو نعوذ بالله عمرما در تابعدار شطان مصفطانبو

تنګ مر رسول ادا چې مو دنیا گئی کې کلب درزم خدای می د نسیو کريستا دیدار په زندګي کې کلب درزم تنگ مر رسول ادا چې مو دنیا گئی کې کلب درزم تنگ مر رسول ادا چې مو